روز جهانی آزادی مطبوعات 3 می برابر با 14 اردیبهشت در حالی گرامی داشته می شود که شاخص ها نشان می دهند حملات سیاسی علیه مطبوعات، بازداشت روزنامه‌نگاران و سرکوب رسانه‌های مستقل در برخی کشورها طی سال گذشته میلادی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در ادامه همکارم با استناد به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز به بررسی وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان پرداخته که با هم می‌بینیم. ایران پس از چین و میانمار 3 زندان بزرگ خبرنگاران و روزنامه نگاران جهان به شمار می رود و همچنان در رده پایین آزادی مطبوعات در جا می زند. سازمان گزارشگران بدون مرز در ارزیابی سالانه خود ایران را در کنار چین، میانمار، کره شمالی، سوریه و اریتره در قعر جدول شاخصهای روزنامه نگاری معرفی کرد. به گفته این نهاد، ایران، عربستان سعودی، سوریه و اسرائیل هم بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران در سال 2023 میلادی بودند. قطر و کشورهای خلیج فارس نیز همچنان دست به دامان سانسور در پوشش دادن اخبار منطقه زده و اردن هم به دستور توقف چاپ نشریات ادامه می‌دهد. یونسکو نیز جایزه جهانی آزادی مطبوعات را به همه روزنامه‌نگاران فلسطینی اعطا کرد که جنگ در غزه را پوشش می‌دهند. بنابر گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز، از شاخص آزادی مطبوعات خاورمیانه همچنان یکی از خطرناکترین مناطق برای روزنامه‌نگاران است. پس از ایران به ترتیب کشورهای میانمار، اریتره، افغانستان و سوریه در آخرین جایگاه‌های این فهرست قرار گرفتند. 3 کشور آسیایی در انتهای شاخص سال گذشته شامل ویتنام، چین و کره شمالی جایگاه خود را در رتبه بندی سال جاری به 3 کشور افغانستان، سوریه و اریتره واگذار کردند که امتیازاتشان در شاخص‌های جهانی آزادی مطبوعات به شدت کاهش یافته است. افغانستان در رتبه بندی جدید نسبت به سال گذشته 44 پله سقوط را تجربه کرد. کاهش شاخص‌های آزادی مطبوعات از زمان بازگشت طالبان به قدرت در 3 اخیر این کشور چشمگیر بوده و خبرنگاران بی‌وقفه مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. سوریه و اریتره نیز به ترتیب 8 و 9 پله در این رتبه بندی نسبت به سال گذشته سقوط کردند. این 2 کشور اخیراً به مناطقی بدون قانون برای رسانه‌ها تبدیل شدند و تعداد خبرنگاران بازداشتی، مفقودی و یا گروگان گرفته شده در آنها بی سابقه بوده است. جایگاه یمن و عراق در این مورد کمی پایین‌تر از سوریه قرار گرفته است. مصر هم به جای عمل به وعده‌های اصلاحاتیش خبرنگاران را زندانی می‌کند. وضعیت آزادی مطبوعات و روزنامه نگاری در دیگر نواحی شمال آفریقا نیز تعریفی ندارد. در کشورهای یاد شده حکومت‌ها بیش از پیش رو به اقتدارگرایی می‌روند و آزار و اذیت روزنامه نگاران در آنها ادامه دارد. برای صحبت بیشتر در این باره جلیل مقدم، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی از تهران با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. آقای مقدم، به چه دلیل بنابر گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز خاورمیانه از خطرناکترین مناطق برای خبرنگاران ارزیابی شده است؟ سلام عرض میکنم. علیکم السلام عزیزتون. خدمت شما هستم. خاورمیانه خوب میدونید که ریشه های استبداد و سلطنت در خاورمیانه خیلی عمیقه و من فکر میکنم که در گروه دولت ها اگر بخوایم در نظر بگیریم، خاورمیانه آخرین گروه از دولت ها خواهد بود که در اینجا به شما عرض کنم سلطنت و قدرت و اقتدار به سمت فروپاشی میره. طبیعتاً خب این اتفاق اگر بخواد بیفته با توجه به ریشه‌دار بودن استبداد هم از سلطنت و امیرنشین و پادشاهی و حکومت‌هایی که حالا شکل جمهوری داره و در محتوا چیزی از استبداد کم ندارن، خب کار رو سخت می‌کنه و خدمت شما عرض کردم طبع استبداد، طبع اقتدار ایجاب می‌کنه که نسبت به
فعالیت های رسانه ای که اتفاقا در راستای دموکراسی است، در راستای شفافیت است، در راستای پاسخگویی حکومت هاست، این حکومت ها قطعا نمیتونن با جامعه رسانه کنار بیان و تنش ها در این بخش از جهان در خاورمیانه به همین دلیل، به دلیلی که عرض کردم ذات حکومت های استبدادی نمیپذیره چنین چیزی رو، کار سختی است و همچنان ادامه داره. و البته این عملکردی که ما میبینیم در سالهای اخیر به سمت دموکراتیک کردن آرا میشه و مردم دارن میپذیرن که نسبت به حکومت هاشون با توجه به این توسعه رسانه ها که در همه عرصه ها ما شاهد هستیم، رسانه های مکتوب، صوتی، تصویری و فضای مجازی، طولی نخواهد کشید که این اقتدار، این تمامیت خواهی و این استبداد جای خودش رو به دموکراسی خواهد داد انشاءالله. بله. آیا صرفا جنگ و درگیری باعث وضعیت بحرانی برای خبرنگاران در کشورهای مورد اشاره در این گزارش شده، یا مسائلی چون تمامیت خواهی حکومت ها هم در این وضعیت تاثیر داشته؟ ببینید در خصوص جنگ، خب شما ببینید طبق گزارش هایی که سازمان های جهانی میدن، اتفاقا رژیم اشغالگر صهیونیست در رده بالایی قرار دارد جهت رعایت چارچوب های دموکراسی، ولی همین کشور با همین ساختار، با همین تعریفی که داره ازش میشه، ببینید چه بلایی سر خبرنگارها آورده به دلیل مستندسازی، به دلیل انعکاس واقعیت ها و فجایع انسانی که در اونجا داره رخ میده. حالا شما این رو قیاس کنید با سایر کشورهای خاورمیانه که عرض کردم ساختار سلطنتی، ساختار شیخ نشینی، ساختار امارت اسلامی و و به مراتب از این جایگاه پایین تری دارد. و اینکه اما آیا جنگ باعث این برخوردها میشه، اتفاقا تمامیت خواهی ریشه همه این چیز هاست. یعنی این مناقشات و جنگ ها ریشه تمامیت خواهی داره و ما باید جنگ طلبی رو ذیل همین تمامیت خواهی حکومت ها تعریف کنیم. اگر این تمامیت خواهی نباشه، اگر این طمع به سمت کشورهای همسایه، به سمت گشایش مرزها، به سمت این چیزها نباشه، جنگی هم نخواهد بود و خدمت شما عرض کنم منطقه آرامش بیشتری رو به خودش خواهد دید. بله، بسیار متشکرم از شما جلیل مقدم، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی از تهران.